آینده بر اساس نگاه مارت که در جامعه سرمایه‌داری و در جوامع دیگر زمانی که انسان با محصول کار خود بیگانه بشه، این انسان از خود بیگانه میشه. اگر ما این فرض بپذیریم که کار ربطی به جوهر نسبت به جوهر انسانی دارد و بیگانشتن با محصول کار باعث از خود بیگانگی میشه، میشود میتوانیم نتیجه بگیریم که بیگانگی زمان ما در محیط روستایی با محصول کارشان بنابر حسی عدم اعتماد و حسی عدم اصالت و در نهایت به یک معنای خشین کلمه یک معنی بردگی منتهی میشود. زنان موجودی ابزاری هستند که باید کار کنند برای خوشبختی شوهرانشان و خوشبختی خود را قربانی کنند تا اینکه شوهرانشان خوشبخت شوند. پس بنابراین بخشی از واقعیت های جامعه ما در درون همین سنت ها شکل میگیرند، ادامه پیدا میکنند و استمرار و حفظ میشند و قالب های ذهنی ما بخصوص در محیط روستایی متأثر از همین عناصر. این در محیط روستایی در محیط شهری پرسش اینه که آیا در محیط شهری وضعیت متفاوته؟ به دو دلیل من تصورم اینه و جنبندیم از وضعیت اینه که همچنان زن در جامعه شهری و برای انسان شهری در افغانستان هم هنوز هم یک سوژه و یک مسئله نیست، یک مسئله اندیشیده نشده است. برغم این که زمانی که شهر تأسیس می شود در دنیای مدرن در واقع قانون اقتصاد از روستا، از مزارع و از کشاورزی به شهر و به صنعت منتقل می شود و شهرهای امروزی بیشتر بر اساس منطق اقتصادی و پولی شکل می گیرند و در نظام شهری فرصتهایی به وجود می آید که در این فرصتها توانایی جنسیتی یا ویژگی های جنسیتی آدم ها بسیار به حد اقل کاهش پیدا می کنند. شما بسیاری از فرصت های شغلی که در سطح شهر وجود دارد این در هم یک مرد می تواند انجام دهد و هم یک زن. اما دو عامل در واقع باعث شده است که زمان برای همه این فرصت هایی که در شهر برای آنها مهیاست نتواند تبدیل شود به یک سوژه و به یک مسئله و در نهایت آنچه را که مستحق است وضعیت را که باید داشته باشد از اون وضعیت برخوردار بشد. نخستین دلیل برمیگرده به ماهیت نظام شهری و زندگی شهری. تصویرها و تشریحات گوناگونی از شهرنشینی و از الگوی زندگی شهری وجود داره، ولی مهمترینش اینه که در زندگی شهری اقتصاد مهمترین عامل است و مهمترین منطق اقتصاد حد اکثر سازی سوده، حد اکثر سازی سود. و در منطق حد اکثر سازی سود چیزی به نام حقوق، اخلاق و پرای از ارزش‌های دیگر و اولویت‌های دست دوم و اولویت‌های دست سوم بلند می‌شود. به همین دلیل ممکن است در شهر فرصت‌های اقتصادی برای زنان وجود داشته باشد و به نگاه حاکم در شهر به جذابیت های کالایی زمان بیشتر توجه شدن، به جذابیت های کالایی زمان. به همین دلیل زمان در جامعه شهری بیشتر به کالا بدل شده و شیواره بدل شده تا این که از اون هستی مستقل انسانی و حقوقی برخوردار باشد که در مقیاس مردم بتواند به جهان نگاه کند، تجربیات زمانه خود به جهان منتقل کند و نگاه متفاوت برخوردار داشته باشد و از جایگاه متفاوت نظام اقتصادی به کالا بها میدهد و در زمان بخاطر جذابیت های کالایی که وجود دارد بیشتر یک نگاه کالایی نموده است و به همین دلیل فرصت های شغلی که در شهر در اختیار زنان قرار گرفته بیشتر فرصت هایی هست که از جنبه های کالایی برای اونها اهمیت دارد. بنابراین همچنان جوهر و ماهیت و ارزش های انسانی زن نادیده و مدفون واقع شده است. دومین عاملی که باز هم در سطح شهر زمان نتونستن جایگاهشان را بهبود ببخشند
و ارتقای منزلتی و شانی و حیثیتی بلحاظ ارزش‌های انسانی پیدا کنند. نبود توانایی‌ها و ظرفیت‌های زنان، ساختار مسائل و ساختار پترومونیال جامعه تأثیر خود را به لحاظ شکلگیری ظرفیت‌های انسانی در سطح زمان باقی گذاشت. فراهم نبودن فرصت‌های آموزش در واقع بسیار از ظرفیت‌های زنان را نگذاشت، اجازه نداده که بارور شود و به فعلیت برسه و در نهایت جنبش زنان یک جنبش عقیم و ناکارآمد شد. به هر صورت نگاه پولی و نگاه کالایی به زنان از یک سو و نبود ظرفیت‌های انسانی و ظرفیت‌ها و توانایی‌های استعفای حقوق و استفاده از این فرصت‌ها از سوی دیگر، همچنان مسئله زن در جامعه شهری هم با مشکل مواجه کردن. خب در چنین وضعیتی که وقتی ما در یک جامعه با چنین وضعیت مواجه هستیم و زنان در چنین جایگاه قرار دارد، پرسش این است تا می شود انتظار داشت که زن در عرصه‌های عمومی ظاهر شود و از فرصت و جایگاه برابر با مردها برخوردار باشد؟ طبیعی است که پاسخ منفیه. پاسخ منفیه و جواب اینه که در واقع در افغانستان و در جامعه امروزی هنوز ما راجع به مسئله زنان نمیدانیم و خوبی نمیدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه نگاه ما به جهان تحت تاثیر قالب‌های ذهنی است و این قالب‌های ذهنی از درون این ساختار پترومینال و مرسالر به وجود آمده و زنان خود در درون همین افق ذهنی و همین افق در افق چشم و بینیش و نگاه زنان به جهان و خودشان و جامعه وجود دارند. پس پرسش سوم قابل طرح، پرسش سوم را که ما برای شما طرح کردم، پرسش سوم این بود که اگر ما نپذیریم که در جامعه نابرابری وجود دارد، زنان در جایگاه متفاوت با مردم قرار دارد و این تفاوت‌ها تفاوت‌های طبیعی نیست بلکه تفاوت‌های اجتماعی است و این وضعیت وضعیت نامطلوب است، پس چی می‌شود کرد؟ چی می‌شود کرد؟ و چه سازوکاری باید اندیشید و چه اقداماتی باید انجام داد برای اینکه از این وضعیت تغییر در این وضعیت ایجاد کنیم و این وضعیت بهبود پیدا کند؟ بخشی از مسائل در خانم مزاری صفا به عنوان پیشنهاد جا مطرح کردم. حقیقت اینه که ممکنه بعضی از شما تصور کنید که در جامعه تا حد زیاد امکانات و ظرفیت‌های قانونی و خصوص فراهم شده برای اینکه که زنان تغییر کنه و در نتیجه کاری بیشتر لازم نیست. اما قانون زمانی بعد واقعیت اجتماعی بدل می شود، از یک حالت انتظاری بیرون شده و باید امر واقعی و الزامی بدل می شود که ظرفیت های برای استفاده از قانون وجود داشته باشد. در عین این که در جامعه ما ساختارهای قانونی تا یک حدی وجود دارد، در عین این که نهادها، انجمنها، مؤسسات و خیلی از چیزهای دیگر فعال در این جامعه، شما هنوز می بینید که وضعیت زنان در جامعه ما و همین وضعیت جدید را که تا یک حدی حسی از خوشنودی و رضایت نسبت به این وضعیت وجود دارد، چنان متزلزل و متقاعدار که هر لحظه این دلخوره در درون در دل تک تک ما وجود دارد که ممکن وضعیت به زمان گذشته بازگردد. پس اگر قرار باشد تغییر در وضعیت ایجاد شود، این تغییر باید ملموس، عینی و انضمامی باشد. صرف تغییر در سطح قانون، در سطح ساختارهای کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. برای اینکه اگر واقعیت های اجتماعی عینی و انضمامی در جامعه تغییر کنند، حتی قانون را که اگر تغییر نکرده باشد نشود این قانون را تغییر داد. ولی اگر این ظرفیت ها وجود نداشته باشد، احتمال اینکه این قانون روی کاغذ باقی بماند و در یک امر انتظایی و بی‌مصرف بدل شود زیاد است. بنابراین
بعضی از کارهایی را که باید در عرصه تغییر و تحول در مسیر تغییر وضعیت زنان صورت بگیرد، کار است، وظیفه و رسالت است که دانشگاه ها میتواند انجام دهند. دانشگاه ها چرا؟ برای اینکه اصولا در جامعه مدیر و جامعه سنتی تفاوتی اساسی که وجود دارد این است که دانشگاه در جامعه مدیر یک نهاد مرجع هست. امیدترین و بنیادی‌ترین تغییرات از دانشگاه ها شروع میشود. دانشگاه هاست که آگاهی را عمق میبخشد، آگاهی را توسعه میدهد و ظرفیت های اجتماعی را گسترش میدهد. و به همین دلیل که شما اگر اتفاقات را که در سطح مؤسسات، قانون و خیلی جاهای دیگه در افغانستان افتاده، اگر همین اتفاقات و همین تغییرات در دانشگاه ها اتفاق می افتاد، شما می دیدید که امروزه توانایی زنان برای احراز جایگاه برابر با مردان یا برخورداری از جایگاه شایسته و مطلوب چند برابر می شود. بنابراین عقیده من و تصور من اینه که فعلا اگر ما قرار باشد که معطوف به تغییر وضعیت زنان بیاندیشیم و اگر دانشگاه را در یک به عنوان یک مکان اکادمیک و به عنوان یک نهاد مرجع قبول داشته باشیم، باید این تغییر در سطح دانشگاه ها اتفاق بیفتد. به همین دلیل یعنی مجموع این وضعیت را که ما در باره صحبت کردیم به شما میتواند گوشزد کند که تأسیس رشته مثل رشته مطالعات زنان در چنین وضعیت چقدر اهمیت دارد و این هم در درون دانشگاه ها. این که مطالعات زنان چی هست، چیزایی در درون از گنجاند نمیشه، این است مسئله اساسی که دانشگاه با تأسیس رشته مطالعات زنان ایجاد میکنند. این که مسئله زن را از یک امر اندیشیده ناشده به یک امر اندیشه پذیر تبدیل میکنند، به یک سوژه فکر تبدیل میکنند. ذهن آدم ها را، دردهای آدم ها را و انرژی آدم ها را درگیر میکنند و این مهمترین اتفاق است که باید بیفتد. یعنی غیبت زمان را به حضور بدن میکنند، از عرصه سکوت و از عرصه خاموش و اندیشیده نشده تاریخ به عرصه اندیشه پذیر فرا میخواند و این اتفاق هرنک نیست و دانشگاه فقط میتواند این کار را انجام دهد. و به همین دلیل هست که من احساس میکنم که در شرایط فعلی ضرورت و زمینه ها برای تأسیس رشته مطالعات زمان خیلی فراهم هست و من خوشحال خواهم شد و امیدوارم که این اتفاق میفتد و دانشگاه کافی در این زمینه پیشگام باشد. اما نه به عنوان از اینکه یک افتخار را نصیب شود که مؤسس رشته مطالعات زنان در افغانستان باشد، بلکه از باب اینکه رسالت و مسئولیت اخلاقی و اکادمیک خود را راجع به توسعه و بالا بردن آگاهی در جامعه انجام داده باشد.